ببینید قبل از هر چیزی ما اینجا توی این قسمت هایی که شما دارید نگاه میکنید تمام اینا حفره های هواست. الان روی این سیستمی حفره های هوا له شدگی پیدا کرده، نگاه بفرمایید، ولی این قسمت ها سالمه. زمانی که تعمیرکار داره میاد تعمیر کنه باید خیلی حواسش باشه که این حفره های هوا له نشه و شما حتما هر سال باید اینا رو بازدید کنید که از این طرف به اون طرف نور رد بشه. اگر لابلای اینا خاک باشه، خاک باعث میشه وقتی فن داره کار میکنه هوا رد و بدل نشه، بیش از اندازه به کولرگازی فشار بیاد و موتور کولرگازی بسوزه. حالا یه وقتایی نگاه میکنیم میبینیم موتور کولرگازی گاز نداره، موتور رو میزنن طرف به هوا، این که دستگاه داره کار میکنه و هیچ مورد مشکلی نداره استفاده میکنه. اگر 48 ساعت دستگاه بدون گاز کار کنه به حدی گرم میشه که حد و حساب نداره و موتور دم به دقیقه اوورلود میکنه، یا ایرور میده یا خاموش میشه. مثلا سریعا تعمیرکار بیاد مقدار گاز رو نگاه کنه، گازی که میخواد بسنجه، حتما انجام بده. ببینید این لوله های عایق کاری شده است که میاد روی کولرگازی. اگر توی تابستون لوله های عایق کاری شده تون مثل اینجا که الان دارید میبینید عایق نداشته باشه و بدون عایق باشه، در معرض مستقیم نور خورشید باشه، چون این قسمت بیرونه، بی برو برگرد افت میکنه گاز و بی برو برگرد گاز گرم میشه واسه سوختن موتور میشه و الا چیز دیگه ای نداره کولرگازی که فکر کنیم مثلا الان بیان کار دیگه ای بخوان انجام بدن، نه. ولی اگر این لوله ها داغ بشه، هواگیری نشه، یعنی هوا گردش نکنه، یا اون فن سوخته باشه، بی برو برگرد موتور میسوزه.